به نام خدا. مبحث بعدی که در خدمت دوستان هستیم ادامه برخی از مباحث پایداری طولی هست که در اینجا به مرور بهش اشاره میکنیم. اولین مبحثی که میدیم اثر تغییرات چگالی آب دریا بر پایداری شناور هست، که موقعی که شما در نظر میگیرید یه شناوری بر اثر تغییرات چگالی داخل آب فرو میره، سطح به مقدار حجم بویانسی زیر آبش و شکل حجم بویانسی تغییر میکنه. در نظر بگیرید یک شناوری از چگالی 1.01 رفته به چگالی 1.025 یا برعکس، از چگالی 1.025 الان چیزی که در این شکل میبینید از یک چگالی بیشتر رفته به چگالی کمتر. چون چگالی آب دریا کاهش پیدا کرده، این نسبت رو باعث میشه که حجم زیر آب افزایش پیدا کنه، یعنی حجم جابجایی افزایش پیدا بکنه. این نسبت عکس داره، با کاهش چگالی حجم جابجایی افزایش پیدا میکنه تا حاصل ضرب اینها برابر همون توناژ کشتی بشه و برابری وزن و بویانسی برقرار بشه، که این رو از قبل میدونید. چیزی که در اینجا میخوایم بگیم این هستش که موقعی که شناور تغییر چگالی پیدا میکنه، لزوماً شناور به صورت افقی در داخل آب فرو نمیره، لزوماً شناور افقی وارد آب نمیشه. چرا؟ دلیلش رو در اینجا به این صورت بیان میکنیم، یعنی در واقع شناور ممکنه با زاویه تیرین وارد آب بشه. علتش رو در این شکل توضیح دادیم. در واقع یک حجمی از بدنه بر اثر مثلا فرض بکنید کاهش چگالی وارد آب بشه، این افزایش حجم رو وی کوچیک اسمشو میذاریم. اگر این حجم یک حجم مکعبی شکل بود و خود شناور هم مکعبی شکل بود، این افزایش باعث تغییر تیرین نمیشد. ولی در اینجا همینطور که از قبل هم گفتیم و میدونید، آبخور به آبخور شکل بدنه متفاوته، یه قسمت های از شکل بدنه با ارتفاع فوقانی متفاوته و بدیهی هم هست. این باعث میشه که با تغییر آبخور شکل زیر آب خط آبخور عوض بشه، یعنی در واقع مرکز حجم، دقت بکنید، در واقع مرکز حجم این قسمت بالای آب لزوماً با مرکز حجم قسمت زیر آب قبل از این یک جا نیست. یعنی این مرکز حجم فقط کافیه مرکز حجم قسمت اضافه شده با مرکز حجم یا مرکز بویانسی قبلی اولیه که اینجا بی صفر هست یکی نباشه. خود به خود اگر این مرکز حجم در عقبتر یا جلوتر باشه، مرکز بویانسی تغییر میکنه، مثلا از بی صفر به بی یک منتقل میشه. دقت بکنید که ما در اینجا هیچ نیروی خارجی نداریم، نه عرضی نه طولی، فقط تغییر چگالی هست. در اینجا بی صفر به بی یک منتقل میشه. از طرف میدونید که مرکز ثقل فعلا ثابت هست، یعنی ما مرکز ثقل شناور رو ثابت داریم، چون اقلام وزنی داخل شناور دیده یکسان هست. خب موقعی که این اتفاق میفته، بین موقعیت مرکز ثقل و بین موقعیت مرکز بویانسی یک فاصله وجود داره. شناور، دقت بکنید، در این جهتی که الان نشون داده شده با مومان دبلیو کل، وزن کل کشتی ضرب در بی صفر بی یک، یعنی وزن سانه، یعنی در وزنی که ثابت هست و ضرب در فاصله بی صفر بی یک، یک مومانی به این شکل وارد میکنه. این مومانی که وارد میکنه به چه صورت هست، به چه کاری میاد؟ این مومان باعث میشه که مرکز بویانسی که از بی صفر منتقل شده بود به بی یک، دوباره شناور به گونه تیریم انجام بده، مثلا در این شکل تیریم به سینه میکنه، حجم زیر آب سینه افزایش پیدا میکنه، دوباره مرکز بویانسی بی یک به راستای مرکز ثقل منتقل میشه. این در واقع همیشه باید هم راستای مرکز ثقل و بویانسی وجود داشته باشه و همین باعث میشه که شناور به اصطلاح در اثر تغییر چگالی به صورت خود به خود دارای تغییر به سمت سینه یا به سمت پاشنه متوجه به نوع شکل شناور بشه. پس بنابراین ما برخلاف اون چیزی که ممکنه که در اذهان باشه، تغییر چگالی لزوماً باعث این نمیشه که شناور به صورت افقی زیر آب بره، حتی آب ثانویه ممکن است متفاوت باشه. و البته این رو بگم که این شاید به نظر بیاد که خیلی تغییرات زیاد نباشه، ولی این تغییرات اتفاقاً قابل ملاحظه است، به خصوص برای شناورهایی که مثلا از منطقه دریایی وارد مناطق رودخانه‌ای میشن، که چگالی آب در رودخانه ها خب کمتر هست،
شناور هم داخل آب فرو میره و هم تیریم میکنه و با توجه به محدودیت عمق در رودخانه ها این مقدار تیریم ناشی از تغییر چگالی اتفاقا در اونجا خیلی مهم خواهد بود. خود تغییر چگالی هم که باعث تغییر آبخور میشه که اون هم به صورت مجزا بررسی میشه. مبحث بعدی که در اینجا خدمت شما میگیم از مباحث پایداری طولی که در واقع مرتبط هست با اون مباحث، به داک بردن و به گل نشستن هست که هم از نظر پایداری عرضی و هم از نظر پایداری طولی اینجا حائز اهمیت است. در ابتدا ما یک مبحثی از پایداری عرضی رو در اینجا میگیم. دقت بکنید یک شناور موقعی که روی داک میاد، این یه درای داک هست که شما الان در این فضا دارید میبینید. شناور رو بعد از اینکه آبگیری شد، الان اینجا این شناور تو این درای داک منتظر هست. آب که منتقل شد، در باز میشه و شناور وارد داک میشه. بعد از این در داک بسته میشه، آب داخل داک تخلیه میشه و شناور روی این بلوک هایی که اینجا شما میبینید روی این شکل یا در روی این شکل به شکل فوقانی میشینه. در واقع این بلوک ها در محلی قرار میگیرن که بدنه شناور دچار صدمه دیدگی نشه و برای هر شناور یه داکینگ پلن موجود هست که محل قرارگیری این بلوک ها رو مشخص میکنه. یعنی اینکه شناور باید به اصطلاح به چه صورت این بلوک ها زیرش چیده بشه و شناور باید کجا بشینه. خب حالا موقعی که شناور به روی داک میره، پایداریش کاهش پیدا میکنه و ما از نظر مباحث پایداری باید مراقب باشیم که شناور در حال نشستن روی بلوک ها دچار واژگونی و یکبر شدن نشه. در واقع این کاهش پایداری رو ما به دو صورت بررسی میکنیم. یک، بالا رفتن مرکز سقل یعنی افزایش مقدار کاجی، یا پایین آمدن مرکز متاسنتر. ناکنید ما برای ما فاصله جی ام ارتفاع متاسنتری مطرح. موقعی که شناور در این شرایط پایداریش تضعیف میشه، جی امش کاهش پیدا میکنه، در واقع مفهوم به یه صورت هست. یا ما میتونیم بگیم مرکز سقل رفته بالا، یا میتونیم فرض بکنیم مرکز سقل ثابته، متاسنتر اومده پایین. هر جفت اینها منجر به کاهش جی ام خواهد بود، منتها با فرضیات متفاوت مسئله حل میشه که در اینجا بهش اشاره میکنیم. خب در اینجا فرضی که میکنیم این هستش که مرکز متاسنتر ثابت هست، مرکز سقل افزایش پیدا میکنه، یعنی اثر این داکینگ رو ما بر افزایش ارتفاع مرکز سقل میبینیم. این افزایش ارتفاع رو ما به چه صورت میبینیم؟ دقت بکنید در اینجا ابتدا مرکز سقل در این صورت در این نقطه بوده و جسم هم در حالت شناوری بود. وقتی که شناور روی بلوک میشینه، متناسب با کاهش ارتفاع خط آب در روی داک، بخشی از وزنی که قبلا توسط بویانسی خونسا میشد الان روی کیل وارد میشه. دقت بکنید اگر روی این کیل بلوک ها تکیه نداشته باشه، شناور در حالت شناوری قرار داره، کشتی در حالت شناوری قرار داره، یعنی وزن شناور هر مقدار که هست با بویانسی داره خونسا میشه. ولی موقعی که یواش یواش خط آب میاد پایین، این بویانسی انقدر کاهش پیدا میکنه تا نزدیک به صفر میشه. حالا در اینجا متناسب با کاهش ارتفاع خط آب خورد، نیروی وارد بر بلوک و نیروی وارد بر کف شناور افزایش پیدا میکنه. این میشه نیروی پی که شما در اینجا میبینید. در واقع این کاهش نیروی پی معادل است با یک نیروی رو به بالایی که مخالف جهت مرکزی است، مخالف جهت وزن هست و در واقع معادل این هستش که شما مرکز ثقلتون افزایش پیدا کردید. یعنی در اینجا دقت بکنید این نیروهایی که دارن در اینجا وارد میشن حول یک نقطه‌ای باید مومانهاش با هم دیگه خونسا بشه. این مومانها به چه صورت خونسا میشن؟ فرض کنید حول یک نقطه‌ای که در اینجا حالا الان اسمش رو جیگه گذاشیم و در واقع بعدا میگیم که همون معادل افزایش ارتفاع مرکز سر هست، ما حول این مومان میگیم. این نقطه فاصلش، یعنی فاصله دوتا راستای نیروی موازی اگه فرض بکنیم برایند اینها در این نقطه وارد شده، یه نیروی رو به پایین داریم، یه نیروی رو به بالا، تفاضل اینها میشه دبلیو منهای پی. این مومان ها باید حول این نقطه که ما اسمش مرکز ثقل مجازی میذاریم، این در واقع معادل افزایش ارتفاع مرکز ثقل هست و شبیه همون بحثی که ما در
اثر سطح آزاد مخازن داشتیم، این رو معادل این مرکز ثقل مجازی فرض میکنیم که در واقع معادل هست و بیان کننده به اصطلاح میزان کاهش پایداری هست. پل مرکز جی یک ما مومان میگیریم، این دوتا نیرو رو برایندش رو که نکنیم اینجا نوشتیم پی دبلیو، برایندش میشه دبلیو منهای پی. در شرایط تعادل اینجا نیروی پی ضرب در فاصله ایکس، نیروی پی ضرب در فاصله ایکس باید برابر باشه با نیروی دبلیو ضرب در فاصله وای، یعنی فاصله این راستا با این راستا. این یکی هم فاصله راستای پی با نیروی برایندی که ما از نقطه جی یک عبور داریم. این رو در اینجا می نویسیم. مقدار فاصله ایکس برابر است با کاد جی یک سینوس تتا. مقدار ایکس، دقت بکنه در اینجا، مقدار ایکس برابر است با کا جی یک ضرب در سینوس تتا. سینوس تتا میشه این فاصله ایکس. در واقع تتا هم زاویه غلطش هستش که حالا این شناور در اثر حالا یه نیروی خارجی در حین نشستن روی دار که تغییر زاویه هم به خودش گرفته که البته این در مراحل بعد میبینید که حذف میشه. وای، این فاصله که ما الان اینجا داریم روی مثلث، یه مثلث بین جی یک، جی صفر، جی یک و این نقطه شما به این صورت در نظر بگیرید. این فاصله وای برابر است با جی صفر، جی یک سینوس تتا. باز دوباره شما در اینجا زوایا رو داری کنید. زوایایی که ما میگیم زاویه قطعه کنید که تتا باشه، این زاویه تتا هست، این زاویه تتا هست، این زاویه تتا هست، این زاویه هم تتا هست. تمام این زوایاتون راستاهای موازی با هم هست. و یه ذیلشون همشون این خط اوریبی هست، بقیهشون همه راستای موازی و عمود بر خط آب هست. بس در نتیجه وای هم برابر میشه با جی صفر جی یک سینوس تتا. این فاصله وای برابر است با جی صفر جی یک سینوس تتا میشه این فاصله. خب اینها رو در رابطه بالا جاگذاری که بکنیم میشه دبلیو ضرب در جی صفر جی یک سینوس تتا مساوی با پی ضرب در کا جی یک سینوس تتا. سینوس با سینوس هست میشه، میشه دبلیو ضرب در جی صفر جی یک برابر است با پی ضرب در کا جی یک. حالا این مقدار کا جی یک رو به چه صورت می‌نویسیم؟ این کا، این جی یک. کا جی یک برابر است با کا جی صفر، کا جی صفر به علاوه جی صفر جی یک، به علاوه جی صفر جی یک. یعنی این کا جی یک برابر است با کا جی صفر به علاوه جی صفر جی یک. حالا در اینجا ما کاری که می‌کنیم اینا رو در هم ضربش می‌کنیم، مقدار جی صفر جی یک برامون مطلوب است. یعنی ما مقدار جی صفر جی یک رو از این عبارت ها می‌خوایم بکشیم بیرون، جی صفر جی یک رو این طرف سمت چپ معادله نگه می‌داریم و مقادیر دیگر رو تقسیم میکنیم طرف دوم رو به دبلیو منهای پی. در نهایت جی صفر جی یک به دست میاد برابر با پی ضرب در کا جی صفر بخش بر دبلیو منهای پی. یعنی در واقع پی نیروی وارد بر محل کیل هست، دبلیو منهای پی تفاضل وزن و بویانسی هستش که برایند شما در اینجا الان داریم میبینیم، و کا جی صفر هم موقعیت مرکز ثقل اولیه است، موقعیت مرکز ثقل عمودی اولیه. در واقع این جی صفر جی یک به شما میگه که با افزایش پی، یعنی هرچی که خط آب پر میاد پایین تر، یعنی هرچی که داک، آب داخل داک تخلیه میشه، این نیرو که افزایش پیدا میکنه مقدار جی صفر جی یک هم افزایش پیدا میکنه. مقدار جی صفر جی یک فاصلش افزایش پیدا میکنه، یعنی در واقع جی صفر که ثابت هست، جی یک همینطوری افزایش پیدا میکنه و به نقطه متاسنتر نزدیک میشه. جی صفر ثابت هست چون مرکز ثقل کل کشتی ثابت هست. این مرکز ثقل مجازی، چیزی که معادل کاهش پایداری داریم در نظر میگیریم، با افزایش پی در صورت که هست، با افزایش پی جی صفر جی یک هم افزایش پیدا میکنه. یعنی این همینطور داره به نقطه متاسنتر نزدیک میشه تا جایی که ممکنه این صفر بشه یا منفی بشه که باعث ناپایدار شدن شناور میشه. در واقع اگر ما این تغییرات رو بخوام به این صورت رسم بکنیم، اگر محور افقی ما رو در نظر بگیریم، درخت محور عمودی کا ام صفر و کا جی یک باشه، اول در این آبخور هستیم، آبخور شناور در این است. مرحله به مرحله که آب داخل داک تخلیه میشه، اینجا آبخور در واقع کاهش پیدا میکنه، ما به این سمت حرکت میکنیم، این مسیر کاهشی رو روی درخت داریم. با به اصطلاح تغییر مقدار درخت اینجا دقت بکنیم که مقدار کا جی یک همینطور افزایش پیدا میکنه. دقت بکنید مقدار کا جی یک افزایش پیدا میکنه. کا جی یک چی هست؟ فاصله کیل تا مرکز ثقل مجازی که الان ما تعریف کردیم، یعنی
گفتم که هرچی خط آپل میاد پایین به دلیل افزایش پی جی 0.1 زیاد میشه، چون جی 0.1 زیاد میشه در واقع جی 1 داره میره بالا، یعنی فاصله کاجی 1 داره افزایش پیدا میکنه. و مسیر تغییرات کاهم 0 رو هم که به این صورت داشته باشیم، این کاهش ممکن هست تا جایی ادامه پیدا بکنه که اینها هم دیگر قطع بکنه. نقطه تقاطع اینها به معنی صفر شدن مقدار جی ام هست، یعنی ارتفاع متاسنتری ما در این نقطه صفر میشه و از این نقطه به بعد مقدار جی ام ما منفی میشه، مقدار جی ام منفی خواهد بود و شناور در شرایط ناپایدار قرار داره. در واقع اینجا فواصلی که هست، نگاه کنید، آبخور به آبخور فاصله جی 1 ام ما که در واقع از این به بعد کار در این شرایط داکینگ ما باید ارتفاع متاسنتریمون دیگه به جی 0 ام 0 کاری نداریم، به جی 1 ام 0 کار داریم که همینطور آبخور به آبخور داره مقدارش تغییر میکنه تا به این نقطه. در واقع ما باید پرهیز بکنیم از این نقطه، یا اگر این نقطه اتفاق میفته در واقع شرایطی رو برای جلوگیری از واژگون شدن شناور ما در نظر داشته باشیم. این فرض اول بود. یه بار دیگه مرور میکنیم، ما اینجا دو تا فرض رو در نظر گرفتیم. میتونیم گفتیم که اثر نامطلوب داکینگ رو یا به داک بردن رو روی پایداری میتونیم معادل بالا رفتن مرکز ثقل بگیریم، در واقع متاسنتر رو ثابت فرض بکنیم، میتونیم مرکز ثقل رو ثابت فرض بکنیم، متاسنتر رو معادل این در نظر بگیریم که پایین اومده و کاهش پیدا کرده ارتفاعش. خب حالا در اینجا ما دقت بکنید دوباره همون حالت رو داریم و در این قسمت ما به دلیل اینکه دنبال تعیین نقطه متاسنتر هستیم، به جای اینکه نیروهای معادل به اصطلاح وزن رو بگیریم، معادل بویانسی رو در نظر بگیریم. از اونجا که وزن و بویانسی باید با هم دیگه برابر باشن، این شرایط رو به این صورت میگیریم، میگیم راستای، اگر تغییر زاویه این شناور کوچیک باشه، راستایی که از مرکز متاسنتر میگذشت همون از راستای مرکز بویانسی بود. اگه خاطرتون باشه شناور که کج میشد، راستای مرکز بویانسی رو اینجا فرض میکردیم، امتداد میدادیم، سنتر لاین رو حتی قطع میکرد، میگفتیم اون متاسنتر هست. حالا اینجا هم به همین ترتیب هست، ما در اینجا این راستاها رو راستای باقی مانده مرکز بویانسی، در واقع هر جا امتداد داریم سنتر لاین رو قطع کرد، اون معادل نقطه متاسنتر ما هست. حالا در اینجا دقت بکنید، ابتدا متاسنتر اولیه‌مون اینجا بوده، بعدن جا به جایی ها باعث شده که M0 به M1 منتقل بشه، M0 به M1 منتقل بشه. در واقع ارتفاع متاسنتری اولیه ما که برابر با G0 M0 بود، الان کاهش پیدا کرده به G0 M1. اینجا مرکز صفر رو ثابت فرض کردیم. خب در این شرایط ما میایم حول نقطه M1 گشتاور میگیریم، یعنی در واقع در اینجا برایند این نیروها که الان ما اینجا داریم اگه برابر با درب بی باشه، معادل کاهش نیروی بویانسی، اینجا نیرو روی بلوک ها وارد میشه و این نیروی دبلیو منهای پی هم که ما اینجا داشتیم، در واقع دبلیو منهای پی فاصله ارزیش تا نقطه متاسنتر که الان این رو میخواییم به دست بیاریم که کجا قرار میگیره، این نقطه مجهول ما هست، مثل مثال قبل که نقطه مجهول ما جی 1 بود و حول این ما بس گشتاور گرفتیم. در این شرایط حول این ما گشتاور میگیریم، در واقع فاصله x و y رو باید اینجا بیان بکنیم. x برابر است با k m1 سینوس تتا، این k این m1 ضرب در سینوس تتا که گفتم تتا همین زاویه قطعش که مقدار کوچیکی هم هست با فرض مسئله در نظر میگیریم. مقدار y برابر است با m0 m1، m0 m1 باز هم ضرب در سینوس تتا میشه y. حالا اگه x و y رو در این معادله که اینجا حتی جاگذاری بکنیم، سینوس ها با هم دیگه حذف میشن، اون چه که ته کار میمونه، ما البته دوباره هستیم که در اینجا مقدار m0 m1 رو از معادله خارج بکنیم، m0 m1 رو خارج بکنیم. خب در اینجا مقدار m0 m1 رو سمت چپ معادله نگه می‌داریم. دقت بکنید این M0 M1 که الان شما در دو نقطه اینجا دارید، این رو سمت چپ نگه می‌داریم. در نهایت رابطه‌ای که بهش می‌رسیم، P ضرب در K M0 بخش بر W به دست میاد.
در واقع باز هم توقع ما این هستش که با کاهش خط آبخور یا سطح آب داخل داک، هرچی آب خور میاد پایین تر نیروی پی باید افزایش پیدا کنه و با افزایش نیروی پی همینطور که شما در این رابطه میبینید M0 M1 افزایش پیدا میکنه. افزایش مقدار M0 M1 یعنی این فاصله به سمت پایین افزایش پیدا میکنه، برعکس حالت قبل مرکز سر رو به بالا میرفت، اینجا مرکز متاسنتر رو به پایین میاد. اینجا حالت M0 سر جای خودش هست، افزایش M0 M1 به این معنی هستش که M1 همچنان خودش رو به مرکز سر نزدیکتر میکنه و مقدار GM تا جای ممکن کاهش پیدا میکنه و مقدار GM کاهش پیدا میکنه. دقت بکنید که در حالت قبل هم به مفهوم مقدار کاهش GM به G1M رسیدیم، در حالت دوم به حالت G0M1 رسیدیم که در واقع این فاصله برابر خواهد بود. یعنی شما چه مسئله رو به این حالت حل کنید چه مسئله رو به اون حالت حل بکنید، مقادیر با هم تفاوتی نخواهند داشت و مقدار ارتفاع متاسنتری ثانوی ما یکی خواهد. حالا در این مثالی که اینجا شما میبینید برای یک کشتی مدل یک بازی بود مسئله حل شده، گفته شده کشتی مدل یک در سناریوی وزنی اصلی باید به حوض خشک انتقال یابد. مقادیر جی ام را در حین کاهش آب داخل حوضچه از 2 تا 5 متر به دست آورید. آبخوری را که شناور در آن ناپایدار می شود تعیین کنید. آبخوری را که شناور در آن ناپایدار می شود را تعیین کنید. در واقع اینجا یه فرض اولیه داریم، میگیم که آبخور از 4 متر به 3 متر 2 متر و 1 متر می رسه. جا به جایی ما که معادل توناژ باشه، توناژ رو فرض می‌کنیم همچنان ثابت هست، 3560 تن تا انتها می رسه. خب ما در اینجا دبلیو منهای پی مون چقدر هست؟ یعنی در واقع با کاهش آبخور ما مقدار ثانویه ای از بویانسی رو داریم. در واقع تفاضل بین وزن و نیروی پی ما مقدار بویانسی مقدار جابجایی در آبخور ثانویه است. یعنی در آبخور 5 متر همین 3560 رو داریم. چرا؟ چون شناور در حالت شناوری بوده و روی پای خودش وایساده بوده، روی بلاتا نبوده. در حالت بعد بویانسی میشه این مقدار، در حالت آبخور ثانویه میشه این مقدار و تا پایین. خب این میشه بویانسی در حالت ثانویه ما. بویانسی در حالت ثانویه اسمش هست دبلیو منهای پی. خب مشخصه که خود پی رو اگه بخوام به دست بیاریم، پی از تفاضل این دو تا ستون به دست میاد، از تفاضل این دو تا ستون به دست میاد. در حالت اول که شناور و کشتی در حالت شناوری قرار داشته، این تفاضل برابر با 0 هست و نیروی از طرف بلوک به کشتی وارد نمیشه. همچنان که خط آبخور کاهش پیدا میکنه، مقدار نیروی پی افزایش پیدا میکنه، مقدار نیروی پی افزایش پیدا میکنه. از طرفی مقدار کاجی ثابت هست. فرض میکنیم که الان در این فرض ما مقدار کاجی صفر ما در حالت اولیه مقدارش مشخص هست، 5.1 متر برای سناریوی اصلی که تو کشتی مدل 1 داشتیم. خب از اینجا استفاده میکنیم مقدار جی صفر جی 1 رو ما به دست میاریم از این رابطه‌ای که اینجا داریم. مثلا دبلیو منهای پی رو داریم این ستون، مقدار پی رو داریم این ستون، مقدار کاجی صفر هم که داریم در اینجا قرار داره. در واقع در این از این کسری که اینجا وجود داره مقدار جی صفر جی 1 رو ما به دست میاریم. مقدار کاجی اولیه هم بودم که مقدارش رو اینجا داشتیم. خب مقدار کاجی صفر رو داریم، حالا میخوایم مقدار کاجی یک رو به دست بیاریم. این ستون رو با این ستون بعد جمعش میکنیم، حاصل رو در این ستون مینویسیم، این میشه مقدار کاجی یک، یعنی فاصله کیل تا مرکز ثقل مجازی ما در آبخورهای مختلف که ناشی از نیروی عکس‌العمل کیل هست. خب مقدار این مقدار کاجی باید از مقدار کاهم ما کم بشه. ماحصل کار هرچیمون جی ام هست، کاجی مقدارش از کاهم کم میشه، هرچقدر مون ماحصلش مقدار همون جی یک ام هست. حالا خود کاهم طبق منحنی های هیدروستاتیک آبخور به آبخور تغییر میکنه، خود مقدار کاهم آبخور به آبخور تغییر میکنه. در آبخور 5 متر از جدول هیدروستاتیک اینو پر میکنه، از جداولی که برای شناور مدل 1 تا این مرحله از کار استخراج کردیم. در آبخور 5 متر 6.14، در آبخور 4 متر 6.13 و همینطور میاد پایین. این مقادیری که هست که داریم. حالا کاجی رو اگه از مقدار کاهم کم بکنیم، در آبخور اولیه ما مقداری که داریم همین 1.04 متر هست که
حالت واقعی و حالت اصلی شناور هست، چون آبخور 5 متر هست و شناور در حالت شناوری قرار داره. موقعی که آبخور کاهش پیدا میکنه کام ما میشه 6.13، کاجی 1 بوده 6.81، تفاضل اینها منفی میشه و همینطور میان تا قسمت پایین تر. برای این شرایط شما میبینید که از این آبخور به بعد، یعنی از آبخور 4، شناور در حالت ناپایداری هست و اگر اقدامات لازم انجام نشه احتمال واژگون شدن شناور در این شرایط وجود داره که حالا من در اسلایدهای دیگه توضیح میدم. برای پرهیز از این شرایط در بعضی از مواقع از 2 یا 3 ردیف بلوک استفاده میکنم یا از یه تیرک های جانبی استفاده میکنم، یا در بعضی از مواقع هم اگر شرایط یه مقداری نامساعد به اصطلاح باشه یک مقداری وزن به اصطلاح مخازن تحتانی کشتی رو پر آبش میکنن، مرکز سر رو کاهش میدن، مقدار جی ام رو سعی میکنن افزایش بدن تا حین نشستن کشتی روی بلوک ها اتفاق خاصی نیفته و بعدا آب داخل مخازن رو تخلیهش میکنن. که البته چون در کشتی ها معمولا این حالتی که اینجا گفته میشه، این خطر واژگونی بیشتر برای کشتی های بیشه هست، شما موقع رو داک میشینه از یه نقطه داره میشین. برای کشتی های دیگه چون معمولا عرض کشتی های تجاری عرض مناسبی داره، در 2 یا 3 ردیف بلوک قرار میگیره و از به اصطلاح زاویه کجی عرضی هم حین نشستن رو بلوک ها جلوگیری میشه و معمولا از خطر واژگونی به این ترتیب در کشتی تجاری پرهیز میشه. شرایط دیگه رو در نظر بگیرید که کشتی با یک زاویه شیب به سینه یا به پاشنه داره وارد داک میشه. حالا به هر دلیلی مثلا شناور دچار سانحه شده داره یه زاویه شیب به سینه یا پاشنه هست، یا به هر حال به هر دلیلی این اتفاق الان افتاده. البته در شرایط عادی کشتی موقعی که میخواد قبل از اینکه رو داک بره و روی بلوک ها بشینه باید تیریمش صفر باشه. این شرایطی که پیش اومده شرایط ناخواسته است، میگم شاید مثلا بر اثر آبگیری باشه. حالا شناور با شیب تی وارد حوضچه میشه و نیروی بحرانی پی به صورت زیر به دست میاد. این نیروی بحرانی پی به چه صورت است؟ دقت بکنید آبخور شناور در ابتدا شرایط شناور به این صورت، یعنی با این شیب وارد داک شد. در اینجا یک نقطه از شناور اول روی بلوک قرار میگیره، مثلا فرض کنید پاشنه شناور است. قبل از اینکه شناور کامل روی بلوک ها بشینه یک نیروی پی رو به بالا با توجه به اینکه تیرین به سینه یا پاشنه هست روی محل پاشنه یا روی محل سینه وارد میشه. در اینجا نیروی پی رو ما به دست میاریم، نیروی پی که اینجا به دست میاد معادل هست با کاهش پایداری. دوباره این بحثی که الان ما اینجا داشتیم که نیروی پی رو اینجا معادل کاهش پایداری در نظر میگرفتیم، یه چیزی که در اینجا در نظر گرفتیم، شبیه به این رو دوباره ما اینجا هم خواهیم داشت. فرض بکنید که این نقطه نقطه هست که نیروی پی داره وارد میشه و شیب به پاشنه هست. در اینجا اگر این فاصله این نقطه پی اگر در منتهای عقب شناور باشه تا مرکز شناور برابر با ال باشه، پی ضرب در ال میشه مومانی که داره تحمیل میشه، و اگر ما مومان تحمیل شده رو به مقدار MCTC تقسیم میکردیم مقدار شیب به دست میومد که تا الان دیگه با این رابطه آشنا هست. حالا ما در اینجا شیب معلوم مسئله است. شیب معلوم، میدونیم که شناور با چه شیبی داره وارد حوضچه میشه. در اینجا MCTC هم از مشخصات هیدروستاتیک معلوم هست، L هم جز مشخصات پایداری از قبل معلوم هست، مقدار پی رو خیلی راحت به دست میاریم. مقدار پی هم که به دست آوردیم دوباره مسئله قبلی که دوست داشتم قبل گفتم تکرار میشه و اثرش رو کاهش پایداری ما میبینیم. و در اینجا کارهایی که برای کاهش به اصطلاح احتمال واژگونی در نظر گرفته میشه به این شکل هستش که معمولا عرض کف شناورها هر چقدر که کم باشه سعی میکنن 2 ردیف حداقل یا مثلا 3 ردیف در نظر بگیرن. در مواردی که شناور نزدیک به وی شکل باشه از ساید شور استفاده میکنن که تکیه گاههایی هستش که بین شناور و بدنه داک قرار میگیره. موقعی که آب داخل داک کاهش پیدا میکنه اگر هم ناپایداری باشه تکیه روی این ساید شورها به صورت یه تیرهایی هستن که بار و وزن کشتی رو روشون تحمیل میشه، از یک بر شدن کشتی جلوگیری میشه. و در واقع این باز غیر از اون مواردی هست که گفتم اگه شرایط خاص باشه
با آبگیری مخازن این رو سعی میکنن اصلاح بکنن. مثلا در همین مسئله که شما اینجا میبینید، فرض بکنید به هر دلیلی شناور داره تیریم هست، مخازنش رو میتونن آبگیری بکنن، تیریم شناور رو سفت بکنن و بعد شناور رو وارد داک یا حوضچه به اصطلاح بکنن. باز در اینجا یک مسئله اومده که در واقع مقدار جی ام بحرانی رو میخواد برای شناور مدل یک بررسی بکنه. اینجا شما مثال رو حالا ملاحظه میکنید و واضح هست. دقت بکنید، فقط من اینجا بگم که نگاهید در شرایطی که الان اینجا داریم، مقادیر هیدروستاتیک که اینجا موجود هست در قسمت بعد، اینجا ما کا جی صفر رو داریم، کا ام صفر رو هم داریم، 6 ممیز 13 متر، و تفاضل این دو تا عبارت میشه جی ام اولیه ما، یعنی ارتفاع متوسطی اولیه ما. از روابطی که تا الان گفتیم بر اثر شیبی که شناور داره پی محاسبه میشه، پی رو اینجا جاگذاری میکنیم، جی صفر جی یک محاسبه میشه، این جی صفر جی یک رو از مقدار جی ام اولیه کم میکنیم، این میشه معادل کاهش پایداری ناشی از این شیبی که شناور داشته. یا در واقع به جای جی صفر جی یک گفتم که میتونید ام صفر ام یک رو محاسبه بکنید، مجددا این عدد رو از مقدار جی ام اولیه کم بکنید، خروجی های مسئله تقریبا یکسان خواهد بود. اینجا شما میبینید 1.7 میلیمتر به دست اومده و اینجا 1.8 میلیمتر، در واقع اختلاف بین دو تا روش 0.1 میلیمتر هست. و در نهایت اثرش رو روی جی ام شما بررسی میکنید.